سلام و درود بینندگان گرامی با یک بسته خبری تازه در مورد مهمترین اتفاقات و حوادث افغانستان از چینل تاپ سیکرت خوش آمدید. زهرا یوسف داوود با انتشار ویدیویی در مورد نغمه تاکید کرده است که نغمه زن درستی نیست و او یک فاحشه هست. و افزوده است که نغمه آداب سخن گفتن را بلد نیست و زمانی که حرف میزند بر خود تسلط نداشته و مانند زمان آوازخوانی کمی شراب بنوشد. او افزوده است که ویدیوهای زیادی از نغمه دارد ولی فعلا آن را منتشر نمی کند و گفته یه وی اگر این ویدیوها پخش شود مانند بمب اتم صدا خواهد کرد و نغمه را برباد خواهد داد. او افزوده است که قبل از پرداختن به برنامه‌های سیاسی و کار خبری بهتر از نغمه آواز می‌خواند، اما به دلیل نبود و کمبود زن در عرصه هنر و موسیقی نغمه مشهور و معروف شد. با گفته زهرا یوسف داوود، اشرف غنی بابای ملت و بهترین شخصیت افغانستان و پدر معنوی هم میباشد. او از کارکردهای بی بی گل در صحبت با همکارانمان تمجید کرده و او را مادر تمامی مردم افغانستان خوانده است. گفتنی است که بانو نغمه تا کنون در مورد گفته‌های زهرا یوسف داوود واکنشی نشان نداده و در این مورد سکوت کرده است. نغمه اما بارها تاکید کرده و گفته است که با تمام اقوام افغانستان احترام دارد و یک فرد بدون تعصب است. او گفته است که کارش سیاست نیست و او متخصص موسیقی میباشد. کاربران شبکه‌های اجتماعی نیز در مورد نغمه دیدگاه‌های متفاوتی دارند. عده‌ای او را یک فرد متعصب، عده‌ای هم او را یک هنرمند خوشقلب و عده‌ای هم گفتند که سخنانش در مورد اقوام بیجا بوده و بهتر هست که او را ببخشیم و بیشتر از این در موردش سخن نگوییم. خبر دیگر این که منابع محلی در ننگرهار میگویند که سرطبیب پیشین شفاخانه ولسوالی کامین ولایت کشته شده است. یک منبع معتبر محلی میگوید که محبت عبدالرحیم‌زی سرطبیب پیشین شفاخانه کامین ننگرهار یک شنبه شب در خانه اش کشته شده است. و گفته منبع عبدالرحیم‌زی به دلیل خصومت خانوادگی و با ضربات چاقو به قتل رسیده است. بر پایه اطلاعات منبع سرطبیب شفاخانه ولسوالی کامین ننگرهار با اعضای خانواده برادرش شب گذشته درگیری فیزیکی داشته است. طالبان در ننگرهار تا هنوز در این مورد چیزی نگفتنی است. گفتنی است که خشونت‌های خانوادگی هر از گاهی از خانواده‌های افغان قربانی می‌گیرد. همچنین برخی از منابع محلی از ولایت بلخ می‌گویند که طالبان سه عضو خانواده یک مقاومتگر پنجشیری را در بلخ بازداشت کردند. بر بنیاد اطلاعات منابع محلی، طالبان برادران دادرحمن، یکی از مقاومتگرانی که در ماه‌های گذشته جان باخته را در مزار شریف بازداشت کردند. برادران دادرحمن یکی از نظامیان پیشین و دو تن دیگر دانش آموزان مکاتب بودند. منابع میگویند که چندین شبانه روز میشود که طالبان عزیز، شیرشاه و شجاع را بازداشت کردند و از سرنوشتشان اطلاعی در دسترس نیست. باشندگان پنشیر میگویند این برادران با مقاومت هیچ ارتباطی نداشتند، اما به علت پنشیری بودن و همچنین داشتن ارتباط خونی و فامیلی با دادرحمن بازداشت شدند. آگاهان این گونه برخورد طالبان را ظالمانه میدانند و میگویند طالبان با این کارشان نفرت را در برابر خود بیشتر میکنند. طالبان اما میگویند که افراد را بدون دلیل بازداشت نمیکنند و با بازداشت شدگان بر اساس احکام شریعت برخورد میکنند. همچنین یک شهروند از ولایت جوزجان میگوید که برخورد طالبان با قبرهای پاک شهدا مناسب نیست. او همچنین از رهبران مقیم خارج از افغانستان به دلیل عدم حمایت از مردم انتقاد کرده و میگویند که آنها با مردم خیانت کردند و آنها را به حال خود گذاشته و خودشان فرار کردند. افسوس به حالشان. بچه می قبرها چی کرده بود اینا را که سیاست مدار امام دیگه چوب آرام شیشتن در خارج نان کشمش می خورن. همزمان با این خانواده یک صراف در شهر جلال آباد می گوید که راجولی زیر شکنجه استخبارات طالبان به قتل رسیده است. رحمت ولی برادر راجولی گفته است که او از سران طالبان پاسخ می خواهد که برادرش به کدام جرم زیر شکنجه به قتل رسیده است. خانواده راجولی خواستار عدالت شده است. اول حقی و رسته به شهادت رساله. زما اولور هیچ نظامی سیاسی هیچ وظیفه نکرده. بی گناه هیچ دلی پر مربوط نده. همچنین منابع در شهر کابل از آغاز بازرسی های خانه به خانه از سوی طالبان در بخشی از این شهر خبر می دهند. شماری از باشندگان ساحات چهارراهی شهید و سلیم کاروان شهر کابل روز دوشنبه 22 اُت گفتند که جنگجویان طالبان خانه های آنها را بازرسی کردند.
و گفته آنها طالبان حتی جاده های فرعی را برای مردم بسته بودند. بازرسی های خانه به خانه در کابل هر از گاهی از سوی طالبان راه اندازی می شود. طالبان ماه گذشته هم مناطق کارته سخی، مکرویان و سیلوی مرکز شهر کابل را بازرسی کرده بودند. از سوی هم آزیتا نظیمی، عضو اتحاد و همبستگی زنان افغانستان که در پاکستان به سر میبرد، به اظهارات اخیر ندا محمد ندیم، سرپرست وزارت تحصیلات عالی طالبان، واکنش نشان داده است. ندیم به تازگی در ولایت قندهار گفته است که کسانی که نظام را با زبان، قلم یا عملا تخریب میکنند، واجب القتل هستند. که با جب باندی، که با قلم باندی، که عملی تخریب کی. دا ټول هغه خلک دي چې هغه بغاوت بلل کیږي، واجب القتل بلل کیږي. با این حال خانم نظیمی از ندیم میپرسد که حکم ماین گذاری و کشتار انسان ها توسط طالبان چیست؟ شما که درجه علمی گروه تان را بر اساس آن تعیین میکنید که چی تعداد ماین را جاسازی کرده و چی تعداد انسان بیگناه را به کام مرگ فرستاده است، بنابر حکم شریعت شما باید چی شوید؟ همچنین نورالدین عزیزی سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که حکومت این گروه به دنبال افزایش مبادلات تجارتی با ایران و سهولت در روابط تجاری بین دو کشور هستند. او این اظهارات را روز دوشنبه 22 اوت در مراسم افتتاح پل دوم ابریشم در مرز میان افغانستان و ایران و در ولایت نیمروز مطرح کرده است. عزیزی در نشست با والی خراسان جنوبی ایران در مرز نیمروز افزوده است به دنبال توسعه و افزایش مبادلات تجاری با ایران هستیم و تلاشمان بر این هست که فعالیت‌های اقتصادی مشترک داشته باشیم. سرپرست وزارت صنعت و تجارت طالبان گفته است که به مقصد بررسی وضعیت بنادر تجاری مشترک به ایران رفته است و در ادامه بازدید از بندر نیمروز و بندر آبی چابهار هم سفر خواهد کرد. از سوی هم مرکز خبرنگاران افغانستان از رهایی یک خبرنگار از بند طالبان خبر داده است. مرکز خبرنگاران افغانستان اعلام کرده است که قدرت الله طرار، خبرنگار تلویزیون زرغون در ولایت خست، بعد از حدود 3 ماه از زندان طالبان آزاد شده است. این مرکز روز دوشنبه 22 اوت در اعلامیه از آزادی قدرت الله طرار استقبال کرده و در عین زمان خواستار مشخص شدن وضعیت و آزادی فوری دو خبرنگار دیگر شده که حدود 2 ماه قبل در کابل بازداشت شده بودند. با خبر اخیر این که منابع محلی در ولایت ننگرهار میگویند که یک نوجوان آوازخوان در شهر جلال آباد مرکز این ولایت به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده است و گفته منابع این آوازخوان سرتاج نام داشته و شب یکشنبه 21 اوت در منطقه کمپ های ناحیه اول شهر جلال آباد با شلیک گلوله با زندگیش پایان داده است. یکی از همسایگان این نوجوان گفته است که او به دلیل مشکلات اقتصادی خودکشی کرده است. دوستان عزیز، با پایان برنامه کنونی رسیدیم. تا برنامه دیگر، الله نگهدار.